از بچه های انجمن سخن سینما سخن لطف کرد، خیلی خوش آمد. اقیانوس کارشانه تو خارج کشور منتشر شد. من بسیار کوتاه رمان رو برای شما میگم که متوجه بشید چی به چی هست. یک آدمی هست 45 ساله، تو زندگی خانوادگی دچار مشکل، توی برلین زندگی میکنه و عشق نویسندگی داره. از همسرش جدا میشه که هم بتونه بنویسه هم عاشق بشه. چند مدتی زندگی میکنه، میبینه موفق نیست. در این فاصله با یک دختر دایی توی ایران ارتباط میگیره که دختر دایی تو آمریکا تحصیل کرده و الان تو ایران وضعش خیلی خوبه. دختر دایی بهش میگه که بیا اینجا، من همه امکانات در اختیارتو میذارم، تو بشین اینجا فقط بنویس. این هم جلو پلاس جمع میکنه میره ایران. این فصل اول رمان. فصل دوم رمان توی ایران، حدود 4-5 ماه توی ایران میمونه، میبینه نمیتونه تحمل بکنه. فصل دوم توصیف او از ایرانه. فصل سوم برمیگرده دوباره آلمان و نمیگم چی شد که برید کتاب بخونید. حالا من سعی میکنم از هر فصل، از هر بخش تیکایی رو بخونم. اسم ایشون هست شهاب ابدی. اسم این آقا رمان از فصلی شروع میشه که این جدا شده به تو خونه خودشه. به اصطلاح امشب دهمین شب تنهایی من در خانه ام است. تنها در خانه تنهاییم، خانه آزادیم. حالم خوب است، خیلی خوب. زندگی ملموس است و جاری، بی بدیل و رویاگون، ایدئال و لذت بخش، سرشار از شادی. نه دیگر افسرده میشوم، نه اضطراب دارم، آرامم و خیالم آسوده است. خوب میخوابم و خوب میخورم، عمیق و بیکابوس. هیچ باری بر دوشم نیست، دیگر در برابر هیچ کس مسئول نیستم مگر خودم، مسئول هیچ کس نیستم مگر خودم. احساس میکنم وجود دارم وقتی نمکدان را پیدا میکنم یا خاک سیگار را از گوشی این میز فوت میکنم. برای خودم وجود دارم، خودم را باور میکنم، به روشنی خودم را حس میکنم، به خودم نزدیک شدم، هوشیار شدم، دارم چیزهای تازه‌ای در خودم کشف میکنم، دارم پوست میاندازم، دارم از آخرین کوچه های نیمه تاریک و پردلهوری بلوغ بیرون میایم، مرد میشوم. حس روزی در من است که اولین بار چاقو بر گلوی مرغ گذاشتم زیر درخت انجیر در حیات خانمان. دارم از فراز خیابان سبز جوانی میپرم به میدان فراخ بزرگسالی. طعم دلچسب زندگی در تنهایی بر زبان دارم، دایم مزه مزه اش میکنم، هر لحظه میچشمش با ذره ذره جانم. خوشگواری و شیرینیش را تا آخرین لایه های درونم میبرم، آنجا جاگیرشان میکنم. دیگر تحت هیچ شرایطی خانه‌ام را با هیچ کس تقسیم نمیکنم، حتی اگر دیوانه و شیدایش باشم. خانواده یعنی تنگی، یعنی تنگنا. روزهای بسیاری را در تاریکی گذراندم، در ازدحام اخم و افسردگی و اندوه، روزهای ندانستن راه از چاه، روزهای در اشتیاق انتظار تنهایی، روزهای آلوده به ترس، بیعملی، پریشانی، گمگشتگی، گمشدگی، در غلطیدن و فرو ریختن در چاه‌های تاریک تشویش، کابوس، تلخی. همه چیز بد بود، بد بودم. نمیخواهم تکرار بشود. میخواهم بار دیگر زندگی از سر بگیرم. میدانم این آخرین شانس من است. این بار اگر بیفتم، بلند شدنم هم با کرام الکاتبین است. میدانم حالا که بلند شدم راه میفتم. دیگر نیازی به تیمارگر ندارم، مادر نمیخواهم، زن میخواهم. زنی که مرا همینطور که هستم بپسندد، نخواهد اصلاحم کند، عوضم کند، از من آدمی بسازد که خودش میخواهد. مرد ایدئال او من باشم، همین الان من با همه بدیها و خوبیهایم. زن ایدئال من اهل لذت است و زیبایی. پیدایش میکنم، صبر میکنم و چشم میچرخانم، ثمر میدهد. پیشترها چشم نمیچرخاندم. طیبه بارها و بارها گفته بود این منم که تحملت میکنم، وگرنه هیچ زنی حتی یک روز هم با تو سر نمیکند. باورم شده بود. گاهی که زنی نگاه هم میکرد یا لبخند میزد، قلبم به تپش میافتاد، پوست و صورتم شعله میکشید، پاهایم سنگین میشد. یاد طیبه میافتادم، فورا نگاهم را میدوزیدم و به سایه هم نگاه میکردم، میگفتم خیانت؟ هرگز. سخت میترسیدم از عقوبت دهشتناک خیانت. خیانت بر هر کس و هر چیز
مضمون بود مگر خیانت به خود. حتی مگر خیانت به خود، سزایش خمودگی، دلمردگی، خوابهای دایم پریشان. خیانت و جنایت هیچ فرقی با هم ندارند، حتی نقطه هاشان هم برابر است. من دیگر به خودم خیانت نمی کنم. تشنم، تشنه خوابیدن زنی با زنی غیر از او. دو ماه است دستم به تن هیچ زنی نخورده، اما حالا حتی در این شرایط هم همخوابگی با او را نمی خواهم. همخوابگی هامان نه تنها سبکم نمی کرد، سنگین تر هم می شدم. هیچ وقت سراغم نیامد، یا خود ارضایی می کردم یا رفتن به سراغش همراه با ترس و لرز بود، با حساب و کتاب. خواب است، بیدار است، می خواهد، نمی خواهد. دهانم بوی سیگار نمی دهد. خوشبو کننده دهان می زدم و به زیر بغل و بغل و به زیر بغل و پشت و گوش و روی دو نبض دو دست ادکلن. گاهی وقتها هم به امید اینکه شاید سرش را وسط پاهایم ببرد آنجا را هم ادکلن می زدم. بعد در تاریکی کورمال کورمال وارد تخت می شدم. می رفتم زیر پتویش، از پشت بغلش می کردم. خودم را می مالیدم به او. اگر تکان می خورد می فهمیدم حاضر است، و اگر تکان نمی خورد یعنی نمی خواهد. وقتی هم می خواست اغلب روی شکم دراز می کشید. شرطش را می کشیدم پایین و از پشت می رفتم روش. نه کمترین توجهی به خواسته های من می کرد و نه خودش خواستی داشت، یا داشت و نمی گفت. چند بار نوک سینه ام را گذاشتم دهانش، نمکید. چند بار دستش را گذاشتم روی سینه ام، نمالید. وقتی هم یک بار دستش را بردم روی کونم، گفت نکنه همجنس بازی. دیگر نمی خواهمش. متنفر نیستم، اما نمی خواهم ببینمش یا حتی صدایش را بشنوم. نمی خواهم هیچ گونه رابطی داشته باشم. او سلطجو و سلطگر بود و من سلطپذیر، بری رام و سربزیر. حالا که آزادم باید یکی یکی به فانتزی های جنسی هم عمل کنم. در نشئگی شراب و جوهر بیتابو هم خوابه بشوم، تغییر بشوم، شکنجه های نرم ببینم، فحش بشنوم، با یک زن بخوابم که وانمود کند از من منزجر است، با مردی که بلندم کرده است، با دو زن بخوابم، با یک زن و یک مرد بخوابم. تنها شرطش این است که جوهری باشم. معذرت میخوام، باید توضیح بهتون بدم. منظورش از جوهر کوکائینه. چی؟ کوکائین. باید جوهری باشم. جوهر شهامت لازم را در من ایجاد میکند. نشأه جوهر که باشم هر کاری از دستم برمیآید. در این چند وقت بارها خود ارضایی کردم، در کمال آزادی و همونطور که دوست داشتم، اما هنوز سیراب نشدم. امشب نشأه سطرهای کتکلفت جوهری و شراب سفید شیرین، سیگار به لب و بلهنه می ایستم جلوی آینه به تماشا و نوازش تن. صدایم را هرقدر دلم خواست بلند می کنم. بعد برهنه دراز می کشم و می گذارم فکر برود به هر جا که می خواهد. حیف که در تنهایی و به خیال می گذارد. دوست دارم پوستم به پوست آدمی بخورد. استمناع دلم زده است. چه کلمه کریه المنظری است این استمناع. خود ارضایی قورت داده است، جلق شهوی است، تحریک کننده است، سکسی است. هنوز هم چندان که باید و شاید حشری نیستم. یک سطر دیگر از این جوهر بنویسم و پشتش یک سیگاری بزنم. بعد گشتی بزنم در سایت های سکسی و سرانجام برهنه به بستر بروم و غرق در تخیلات جلق بزنم. انقدر طولش بدهم تا لحظه انزال عرق بتنم بنشیند. امشب اولین شب نشعگی من در تنهاییست. چرا به خودم رحم کنم؟ در اوج نشعگیم دیگر نمیتوانم بنویسم. خواب دیدم تنها توی یک آسانسور نیمه تاریک تنگ و کم هوا گیر کردم و آسانسور با سرعت سرسام‌آوری سقوط میکند. وحشت زده دکمه نجات را فشار میدهم. صدای مرکز نجات قطع و فصل وصل میشود یا نامفهوم است. پس زمانی طولانی یادم میآید کلید نگه داشتن آسانسور درون جعبه زیر کفپوش آسانسور است. کفپوش کثیف و خاکی است. میترسم خم بشوم، کنارش بزنم. سرعت سقوط آسانسور بیشتر و بیشتر میشود. اگر نجنبم مرگم حتمی است. با وحشت از خواب پریدم، شاشیدم، سیگار کشیدم، آب خوردم، دوباره خوابیدم. این بار خواب دیدم در تاریکی گم شدم. از فرط ظلمت راه را نمی بینم.
کورمال کورمال میروم و میگویم وونش وونش. دوباره بیدار شدم و دیگر خوابم نبرد. یک سیگاری پیچیدم و برای شیفته که خواسته بود از دلتنگی بیرونش بیاورم نامه نوشتم و بعد یک نامه برای تگبه. تنها اظهار عشق کردم. نامه را گذاشتم داخل داخل پاکت اما تمر نزدم. کلام من دیگر نفوذ خود را از دست داده، گو که هیچ وقت نفوذی نداشت. همیشه از بحث کردن با من فرار میکرد. میگفت زود قانعش میکنم. حسی در من میگوید شاید کمی پافشاری و سماجت بیشتر ثمر بدهد. اگرچه هرگز به هیچ طریقی نتوانسته بودم دلش را به دست بیاورم. چه بسا این تلاش ها کار خودش را کرد و تماس گرفت. یا دوباره به چنگش میآورم و یا مطمئن میشوم تمام پل ها برای همیشه ویران شدند. خواب های طلایی را بسته‌بندی کردم، آدرس نوشتم، تمر هم زدم. فردا پستشان میکنم. به فکرم بعدش پاییز طلایی را بفرستم. بارها و بارها با گوش دادن به آن خوابیده بودیم. طاقت شنیدن هیچ کدامشان ندارم. همه چیز به ویژه هر چیز عاشقانی مرا یاد او میاندازد. دیوانه ام میکند و دلم را بیتاب دیدن و بوسیدن و بویدن او، بیتاب خندیدن او. تمام فکر و ذکرم مرتب متوجه اوست. چشم میچرخانم شاید ببینمش. دایم در ذهنم تکرار میکنم بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود. میخواهم باز هم با او بخوابم. طیبه تنی بود که میخواستم، دوستش داشتم، سکس بدی نداشتم. به خودم وعده دادم با سیاست و پشتکاری که در پیش میگیرم شبی بعد از اینکه خوب خوردیم و نوشیدیم بیاورمش اینجا و با او بخوابم. حتی اگر مثل من در طول این 5-6 ماه گذشته چند باری ددر رفته باشد، من باید بتوانم شاهد چنین روزی باشم. نمیتوانم و نمیخواهم ببینم. خنده هایش، دستش، بوسه هایش مال دیگری است. طرفه این که حتی نمیدانم اصلا دوستش دارم یا نه و میدانم دنیای ما دو دنیای کاملا متفاوت است. پس چرا نمیتوانم از او دست بکشم؟ پس دیگر این همه رنج و تلاش برای دوباره به دست آوردنش چرا؟ چون دوستش دارم؟ یا چون زن دیگری دست و بالم نیست؟ یا چون عرضه دست یافتن به زن دیگری ندارم؟ یا این طور داغ شدم چون احتمال میدهم دوست پسر گرفته باشد؟ نمیدانم. من هیچ نمیدانم. تنها میدانم حالا چهرهش در ذهن من نشان از استقلال و رأی و اعتماد به نفس دارد. درست چنین زنی میخواستم. روی پای خودش بیستد و از من انتظار انجام وظایف کلاسیک یک شوهر را نداشته باشد. اگر بتوانم تا آنجا پیش ببرم که بتوانیم با هم حرف بزنیم، یک بار دیگر پیشنهادم را تکرار میکنم. هر کس در خانه خودش زندگی کند با آزادی ها و مسئولیت های خودش و با تعهد اخلاقی به هم. بهداد میگوید دوستشه. نمیشود هم خر خواست هم خرما. تو اول ترکش میکنی بعد میگویی بیا دوست دخترم باش. اما من بیان که اصولم را زیر پا بگذارم یا خودم را کوچک کنم، تلاشم را برای به چنگ آوردن خر و خرما میکنم. کمی دروغ میگویم، کمی اظهار عشق میکنم. باید با بردباری و استقامت تو هم با سیاست عمل کنم و مواظب کوچکترین رفتارش باشم. یاد حرف سهیلا میافتادم. داشت از خودش تعریف میکرد که من چنینم و چنانم. گفتم بابا 40 سالت است. گفت دارد برای خودش تبلیغ میکند. ممکن است طیبه به خودش بگوید اگر شهاب را از دست بدهم کی به من نگاه میکند. با تمام این احوال اما یقین میدانم دیگر تحت هیچ شرایطی با هیچ آدمی زیر یک سقف نخواهم رفت. این چند وقت نشانم داده که آزادی ناشی از تنهایی به همه چیز میارزد، حتی به این درد و رنجی که مینویسم. یک ساعت است که دارم مینویسم اما هنوز آرام نشدم. دوست دارم باز هم بنویسم اما نمیدانم دیگر چه بگویم. تلمبار شده ها را گفتم اما هنوز سبک نشدم. هوا کاملا روشن شده، اتاق پر از دود است. سینه‌ام گرفته و سیگار پشت سیگار میکشم. یک ساعت دیگر هم باید سر کار باشم. تنهایی آدم را یا مقاوم می کند یا پاک در هم می شکند. من در هم شکستم بس که هرزه و ولنگارم. از دست خودم زله شدم. روزهایم به کار می گذرد.
شبهایم در نشعگی دود و الکل و وبگردی و چت و تماشای سایت های پرنو. روز به روز بیشتر آلودی مخدرات داشته می شوم. پول داشته باشم کک هم می خرم و خطهای بلند و باریک می زنم. نه می خوانم نه می نویسم. نه کسی را دوست دارم و نه کسی دلم را نه کسی دوستم دارد. دلم دایم آشوب است. تشویش دارم. منگ و ملولم. همیشه سردم است. به شدت تنهایم. هیچ جور تحمل هیچ کس را ندارم. می خواهم شده حتی یک روز نروم بیرون. با کسی حرف نزنم. به حرف کسی گوش نکنم. آدم نبینم. هیچ صدایی نشنوم. گوشه بگیرم. به انزوا برم. سکوت کنم. تنها باشم. بنشینم در پیله تنهایی خودم. خودم باشم و خودم. بروم جایی پرت. دور از عالم و آدم. اما نمی شود. نمی توانم. اراده ندارم. انگیزه ندارم. جنمش را ندارم. من ندارم. من هیچ ندارم. نه وقت. نه حوصله. نه امید. نه استعداد. راه نجاتی نمانده. اصلا نجاتی در کار نیست. من تمام شدم. همه چیز تمام شده است. تسلیم شدم. محکومم به وصل پینه کردن امروز به فردا در حسرت عشق و نوشتن تا ثانیه مرگ. از شاشیدن تا نوشتن به درستی همه کارهایم شک دارم. همیشه فکر میکنم دیگران بهتر از من میدانند. آنها موفق شدند و تنها من وامانده و جا ماندم. سرشکسته و شکسته سر عقب ماندم. همه جلند، قهرمانند، خوبند، بهترند، قبول شدند، بردند. به همشان رشک میبرم، به همه این دیگران، این موفقها، اینها که نظم و سازمان دارند، نمونند، سرمشقند، منظمند، مرتبند، خوشبختند، راضیند، از آزمون زندگی سربلند بیرون آمدند، اراده پولادین دارند، اهل تصمیمند و عمل. دیگر تاب این همه شلوغی، این همه وظیفه، این همه مقایسه را ندارم. باختم. بله. پاک باخته دقیق ترین توصیف وضعیت من است. همه چیز را باختم. دل را، پول را، وطن را، خانواده را. تمام چیزهایی را که میشد با آنها چنگ زد و تکیه داد و سرپا ماند و زندگی کرد و خورد و خوابید و گایید و سفر کرد و خندید و لذت برد. همه را یکی یکی به داو گذاشتم و باختم. به هیچ کدام از تصمیم هایم عمل نمی کنم. همه با از فردا شروع می شود. از فردا می نویسم. از فردا الکل نمی خورم. از فردا گراس نمی کشم. از فردا رابطه با ماری را تمام می کنم. از فردا اپسیون نمی روم. از فردا به انبوه کارهای عقب افتاده می رسم و هزاران هزار قول دیگر. شمردنش حالم را بیشتر از خودم به هم می زند. من نه لایق عشقم نه نوشتن. هر چرا که در طول این سالها نوشتم همش مهمل و زنجموره است. خط خطی هاییست ناقص بی ربط به ادبیات. قلم فرسایی هاییست بیهوده. مثل جو گرفته ها میخورم. میان هم همه باگت ها و نباگت ها، تشویش ها و دلهره ها خوابم نمی رود. از رمق که می افتم بیهوش می شوم و یکی دو ساعت نشده بیدار می شوم. انگار یکی منتظر ایستاده کنارم تا چشمم گرم بشود و او دست پایم را از هر طرف بکشد و مدام هشدار بدهد نخواب، بیدار شو، نخواب. استمنا هم دیگر کارساز نیست. مرتب خواب و سقوط در آسانسور میبینم. والیون میخورم و به اغما میروم تا کابوس ها دوباره از خواب بپراندم. همانجا توی تخت سیگاری میپیچم و میکشم. دهانم که خوب تلخ شد چشم هایم سنگین میشود و باز کابوسی دیگر. طرفی این که همیشه در انتظار واقعی خوشایندم. فکر میکنم هر آن اتفاقی در شرف وقوع است که زندگیم را از این رو به آن رو میکند و این شورزار ناگهان اقیانوس می شود. مگر عشق اجاز کند. نمی توانم شبه مامان و خبیث را از خودم برانم. چسبیدن به درونم، به روحم، به وجودم نمی روند. سمجن به درونم ناخن می کشند. به روحم سوهان می کشند که نمی توانی بی ارزهی، بی لیاقتی، تنبلی. این فصل اول بود. حالا فصل دوم داخله توی فرود است. چهره ها پر از شادی، دست ها پر از شیرینی و گل، پاها بیقرار. انبوهی زن و مرد و پیر و جوان و کودک جلوی ورودی کوچه باز کردن. عده‌ای دیگر از پشت سر سرک میکشند. اونهاش وای خدا چقدر لاغر شده. خدا مرگم بده، موهاش سفید شده. الهی بمیرم، تموم موهاش ریخته.
دخترک چادر مادرش را میکشد، مامان مامان دایی حمید کدومی که هستش؟ همونی که با اون خانم خارجیه داره میاد. دخترک از لابلای پاها میگذرد، میرود گوشی سالن جلوی پیرمرد میایستد، بابا بزرگ بابا بزرگ دایی حمید اومده، زن دایی خارجی هم باهاشه، خودم دیدمش. پیرمرد سر به سقف فرودگاه بلند میکند، لاهی شکرت. خم میشود، دست به کمر دخترک میاندازد، جلویش میکشد و میبوسدش. همیشه خوشخبر باشی بابا. دست به زانو میکند، بلند میشود، دست دخترک را میگیرد و راه میافتد. باید سفر اول دایی حمید باشد پس سالها غیبت که همه را از کوچک و بزرگ یا دور و نزدیک کشند فرودگاه. از سفر دوم و سوم به بعد تنها یک نفر می آید و در سفرهای بعدی می پرسند می خواهی بیاییم دنبالت؟ دایی حمید چند سال نبود؟ دایی حمید گرم است، سر به چرخاند، یک ماه تمام شده و باید برگردد با چمدانهای سنگین تر، روز هزار بار به خاطر بیاورد، هر هفته تلفن بزند، ماها دچار افسردگی بشود و هر روز از خودش بپرسد من چی می کنم اینجا، تا آرام آرام روزمرگی ببردش و سال بعد و سالهای بعدتر باز برود یا نرود. بعضی دایی حمیدها هر سال می آیند، بعضی دایی حمیدهای دیگر بعد از دو سه سفر می گویند از ایران که برگردی یک ماه استراحت می خواهد و راهشان را کج می کنند طرف اسپانیا، کوبا، آمریکا. دایی حمیدهای هم هستند که آمدند بمانند. کسی جلوی باجه نیست، دو زن چادری نشستند پشتش، دست یکیشان روی تلفن است و دارد با یکی حرف میزند. سلام میکنم، هیچ کدام بر نمیگردند. دوباره و این بار بلندتر سلام میکنم، جفتشان با آرامی بر میگردند، لبخند میزنند، نگاهشان سرد و بی‌تفاوت است. روزی چند بار بگویند سلام، اینجا که آنجا نیست مجبور باشند لبخند بزنند. اینجا اصلا لبخند زدن زن به مرد بیگانه فعل حرام است. میگویم آقای ابدی لطفاً. دو سه جمله‌ای با هم رد و بدل میکنند و یکیشان در میکروفون میگوید آقای ابدی به اطلاعات، آقای ابدی به اطلاعات، و بعد حرفشان را از سر میگیرند. تشکر من سر هیچ کدامشان را بر نمیگرداند. پشت چراغ قرمزها لا بلای ماشین‌ها پسرهای 10-12 ساله اسفند دود میدهند. زنهای چادری به ماشین‌ها روزنامه میفروشند. مردان سال خورده و معتاد دست مال یزدی به گردن یا گدایی می کنند یا بسته فندک و ادامس دستشان است و لای ماشین ها می چخند. اگر همه را بفروشند، نانشوشان را در آوردند، کجا زندگی می کنند اینها؟ یک ماهی می شود که اینجام، خوشحالم برگشتم، خوش می گذرد. صبحایم به خواب میگذرد، بعد از ظهرها در مغازه بهمن به گپ و گفت. غروبها نفری سب است با خرما و چای در باغش، بعد از اون دو سیخ کباب کنار خیابان و دوباره مغازه. شبها هم اغلب مهمان این و آن. بهمن شایسته و اوکی و اخزور را یاد گرفته است و بجا و بیجا تکرار میکند. هم کلاسی ها و هم بازی های دیروز همه تاجر و پولدار شدند، تنها یکی من شاعر مانده. چهار بعد از ظهر با هم قرار گذاشته بودیم، یک ربع پنج رفتم، نبود، باز هم گول خورده بودم. عصبانی تلفن زدم کجایی تو پس؟ کی قرار داشتیم؟ الان ساعت چند است؟ گفت بله قرارمون کی بود؟ الان ساعت چند است؟ گفت بله قرارمون کی بود؟ الان ساعت چند است؟ آنجا هم که هستی یک ساعت دیرتر میدوی سر قرارهایت؟ بنده سر وقت آمدم، نیم ساعت هم منتظرت شدم، نیامدی رفتم. عذرخواهی کردم، گفتم بعد از چند قرار فهمیده بودم که اینجا سر وقت رفتن یعنی علافی، نیم ساعت و یک ساعت تاخیر عادیست، مخصوصا اگر قرار در جای سرپوجه باشد. گفت البته همینطور هم هست، اما من گفتم تو از آلمان آمدی، فرق میکند. بقیه تهوع‌آور شدند، یکیشان تاجر قفل و کلید و لولا شده است، جوان که بود حشیش میکشید، الان یک سیگار هم نمیکشد، میگوید هر شب یک لیوان ویسکی میخورد. آن یکی تاجر رنگ شده، میگوید هر دو شب دو سیخ کباب میخورد. تاجر و گچ آهن میگوید خارج را ول کن، پول و زن ریخته توی این مملکت، بیا تو کار بساز بفروشی. تاجر مرغ میگوید زندان رفتنم کمکی برای گرفتن پناهندگی نمیکنه. میگویم حاضری دخترت با دوست و پسرش برود توی اتاقش و در را ببنده؟ سکوت میکنه.
صاحب بزرگترین قنادی شهر میگوید من شاعرم، اینجا نه آزادی نوشتن است نه فرصتش، میخواهم بروم خارج بنویسم. یکیشان که دیگر یکی دیگرشان نجار قابلی شده، چایهای پررنگ میخورد، سیگار را با سیگار روشن میکند، دماغش را میخواند و میگوید میخواهم 3-4 سال دیگر بروم کانادا تا آخر عمری بنشینم گوشه ی حقوق بازنشستگیم را بخورم. میشود نمیشود؟ من اگر ماندم چه میشدم؟ بی تدید تاجر نمیشدم، یه احتمال معلمی بازنشسته و شاعری شهیر در انزلی بودم. اینها همه از بچگی ایستاده بودند دم مغازه پدر و کاسبی یاد گرفته بودند، مثل شمس برادرشه که از روز اول ایستاد پای ترازو یا خبیث که کاسبی را از مادرش یاد گرفته بود. شمس که امروز بر خر مراد سوار است یکی داشت به نام پدر، اما من تا آمدم چشم باز بکنم پدر رفته بود و من مانده بودم و مادری که تمام هم و غمش چرخاندن نانوایی بود تا خرج تو پسرش را بدهد، شمسش را بفرستد دانشگاه و بعد خارج و شهابش را بزرگ کند. اول غروب شروع کند به عبادت، به خواندن انواع و اقسام نوازا نشسته بخواند، ایستاده بخواند، به سجده‌های طولانی برود، رکوع‌های طولانی بکند، چشم‌ها را ببندد، نوک انگوش را جمع کند، بگذارد روی چشم‌ها و بگوید امن یجیب المسر اذا دعا و یکشف السوء، قرآن بخواند و با 99 دانه تسبیح گلیش خاک کربلا ذکر بگوید، جانمازش را جمع کند، شلواری وسته بزند، زنبیلی ببافد، از فقر بنالد، نصیحت بکند و سرانجام بگوید من کراتر نصیحت کدن دارم، تو من گیگاه بکنه چقدر مقصد داره. بعد رخت خواب پهن کند و بلا فاصله خوابش ببرد. وقتی او رفت دیگر کسی نمانده بود در خانه مگر من. انبوهی از اقده ها، کمبوت ها و بحرومیت ها عاشق دختر همسایه هم کرد. اولین دختری که نه تنها نگاه هم میکرد بلکه سر برمیگردند و میخندید. افتخار انگوشت نما شدن هم بود، شهره شدن به عاشقی، پیوستن به جمع و شاق محل، مثل پیوستن به جمع طرفداران یک خواننده یا یک باشگاه فوتبال. چیزی که هم حفره های خالی را گیرم گذرا پر می کند و هم هویت می دهد به آدم. تنها راه رهایی ازدواج بود. همه ابدی ها می گفتند اکبرپورها وسیله ناجورند و همه اکبرپورها سایه ام را تیر می زدند. نیرو گرفته از انگیزه ها اراده ام را تحمیل کردم و از جنگ بر سر دختر همسایه پیروز بیرون آمدم و در این حال مرتکب بزرگترین بلاهت زندگی هم شدم. در خامی مطلق 22 سالگی ازدواج کردم، زمانی که در آن شب زواف لعنتی نمی دانستم سوراخ مربوطه کجاست. بله گلها خوش شدند به درک، چه فرقی میکند باشد یا نباشم؟ برگشته. گلها خوش شدند به درک، چه فرقی میکند باشد یا نباشند؟ میزا گذاشی رو به دیوار، سر که بلند میکنی دیوار میبینی، دلت خانه آشفته تر میخواهد، میخواهی وجود نداشته باشی، محو بشوی. دست و دلت به هیچ کاری، مطلقاً به هیچ کاری نمیرود. تلفن ها را قطع کردی، پرده ها را کشیدی، در تاریکی نشستی، نور چشمت را میزند، وقی هست، همه چیز را نشان میدهد، نمیشود پنهان شد. کاش میشد در تاریکی بنویسی، کاش کر بودی، نه صدای ماشین میشنیدی، نه صدای تیک تک این ساعت لعنتی را، حتی صدای این دگمه های صفحه‌کلید هم دردآور است. سکوت میخواهی، سکوت، 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 آن سکوت بیکران و ابدی پس از مرگ را، جایی مطلقا دور از آدم ها. سینات خرخر میکند، گلویت میخارد، سرفه میکنی، سیگار با سیگار روشن میکنی، دو روز از تنها نان و چایی خوردی، نخوردی، فرو دادی. تو که بهترین موسیقی جهان برای صدای به هم خوردن قاشق و چنگال و کاسه و شخاب بود، تو که خوردن داروی بیبدیل درد هات بود، حالا فکر غذا حالت را به هم میزند، از تصویر جویدن تهوع میگری، یک هفته از تنت رنگ آب ندیده، میدانی اگر خودت را بشوری، ریشت را بزنی، لباس تازه بپوشی، میتوانی بخوری و بشوی همون خوشبخت بیش از این. اما نمیخواهی، نه شکم سیر میخواهی، نه تن پاک، نه خوشبختی، تنها خواب میخواهی. خواب، خوابت میآید، نمیتوانی بخوابی، نمیخواهی. خوابیده ای، خیلی خوابیده ای، ساعت ها در تاریکی محض، با لباس، با ملحفه های بدبو،
خوابهای از کابوس پرند، در رویا یک رمان ناب نوشتی بکر و نحس، مگر در خواب ببینی میخوایی بخوابی تا لحظه مرگ بخوابی، خمیازی میکشی از بیخوابی چشمهایت به عشق نشستند، میترسی بخوابی با وحشت بیدار بشوی، هیچ کس و هیچ چیز توی ذهنت نیست مگر درد، جاییت درد نمی کند اما درد داری، روحت درد دارد، درد بی درمان، نه کسی تو را دوست دارد و نه تو کسی را، بود و نبودت نه فرقی به حال خودت می کند نه به حال کسی، نه کسی بهره می برد نه کسی صدمه می بیند، تو نماشی هیچ چیز از جایی کم نمی شود، تو همین الان هم هیچی شهاب، یک هیچ تمام عیار، پری پر از بیزاری، بیزاری از پاکی، خنده، آسایش، صدا، سیری، از همه کس و همه چیز بیزاری، هر کس و هر چیز که باشد، از این هم که نمیشناسیش بیزاری، از این که دارد اینها را میخواند، از این هم بیزاری، پشیزی نمی ارزد رد و تحسینش، میخواهی سر به تنش نباشد، همه گوهند، ابلهند و کاسبکار، وگرنه از همین جا رها میکردن این مهملات را، هزیانهای یک ذهن مشوش را، درد روح را نمیفهمند، روح درد مثل هیچ دردی نیست، روح درد هر کس خاص خودش است، بردارید زندگی آرام و خوشبختتان را، بروید به جهنم همه تان، بشاش به نظمشان، بریم به زندگی ریتم دارشان، بیزاری از این بیتناغذان و خوشبخت، خوشبختان و بیتناغذ، برمیگردی به خودت، به حالت، به الانت، به اینی که هستی، از خودت بیشتر از همه متنفری، دوست داری این دردی را که دارد ذره ذره پیشانیت را فرق می کند، دوست داری این زغزغ پوست سرت را، این دردی را که دارد آرام آرام در سر تا سر تنت می پیچد، این بوی بد دهانت را که دو روز است نشستی، طعم تلخش را، این چرکی را که روی تنت نشسته دوست داری، دوست داری این چهره در هم رفتهت را، همین ها را می خواهی و بدتر از این ها را، خیلی زشت‌تر از این ها را، زنده باد دردهایت، بیدار خوابی هایت، خواب بیداری هایت، دو قطره عشق ایستادن گوشه دو چشمت، پایی نمی آیند، نمی گیریشان، می خواهی همون جا بمانند تا سرازیر بشوند، عطسه می زنی، لباس اقیانوسیست آویزان شانه هایت، گرمت می شود، سردت می شود، چرا می نویسی اینها را؟ خیلی متشکر. خسته تون امیدوارم نکرده باشه. شما خسته باشه.